بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما سروران عزیز و همه کسانی که برنامه رو مشاهده میکنن رو از خدای سبحان دارم. خداوند به همه ما و شما توفیق دهد که شبهای باقی مانده از ضیافت الله رو بیشتر درک کنیم و خداوند به همه ما توفیق بده که سالهای آینده نیز ماه مبارک را با معرفت درک کنیم و خدا را شاکریم که این ایام رو توفیق داد روزها را روزه بگیریم و شبها رو عبادت کنیم، مخصوصاً در که شبهای قدر رو به ماها عنایت فرمود. در شبهای قبل محور عرائض بنده روی یک مسئله بود، اون مسئله این بود که یکی از اهداف این دستور واجب الهی که روزه باشه که برای اقوام قبل هم این واجب بوده تغییر اصلاح، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. این که انسان روزه میگیره ثواب میبره، این که جوشن کبیر میخونه ثواب میبره، همه اینها در نامه اعمالش ثبت میشه، همه اینها به جای خودش محفوظ. اما یک بهره بالاتر از این بهره رو باید همه مسلمان ها از ماه مبارک روزه ببرن. اون بالاترین بهره اصلاحه. برای اینکه مطلب یه مقدار بیشتر واضح بشه، یه مقدار فسادها رو به تصویر بکشیم که چه چیزهایی رو باید اصلاح کنیم. اصلاح در مقابل افساده، صلاح در مقابل فساده، عدل در مقابل ظلمه، شب در مقابل روزه، سیاهی در مقابل سفیدیه. این که هر روز ما دعا میکنیم اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، این فسادها چیست؟ این فسادها گاهی فردیست، گاهی اجتماعیست. این فسادها هم میتونه فردی باشه هم میتونه اجتماعی باشه، هر دو میتونه باشه. فساد فردی اینه که یک کسی از عمرش درست استفاده نکنه، دست بده و در مقابلش چیزی کسب نکنه. ان اللیل و النهار یأخذان منک، شب و روز از تو میگیرن. چی میگیرن؟ عمر. یه شب گذشت، یک روز گذشت، این یک روز از عمر تو کم شد. خب فرمود فخذ منهما، شما هم از شب و روز بگیر، او عمر تو رو میگیره، تو هم از این عمری که داره میره استفاده کن. یکی از راهکارهای استفاده اینه که انسان فرمود عاجزترین انسان، اعجز الناس، عاجزترین انسان کسیه که بیکار باشه اما دعا نکن. دعا نکن، نمی که نشستی پدرتو دعا کن، مادر دعا کن، بچه‌هاتو دعا کن، مردم دعا کن.
مردم کره زمین دعا کن، دعا کن برای عاقبت به خیری، دعا کن. ذکر بگو، بهترین ذکر صلوات بر محمد و آل محمده. الله سلام. این ذکر هم ذکره هم دعاست و دعای مستجاب هم هست. ثوابش هم قابل شمارش نیست. خب این دعا در زندگی انسان تأثیر میگذاره. از خونه میخوای بری بیرون، دعا کن خدای کار منو راست بیار، خدای به تو توکل کردم، خدا رو محور قرار بده. سر سفره نشستی، دعا کن که خدای ممنونم که مرا بدن سالمی دادی، غذای حلالی دادی. آخر سفره دعا کن، راه میری دعا کن. پس یکی از فسادها فسادهای شخصی است و یکی از مصادیقش اینه که انسان عمرش را به فساد و تباهی سپری کنه. دو، فساد در گفتار، بد دهنی. اصلا من باور نمی کنم که یک انسان بد دهن باشه، امکان نداره. نعوذ بالله فحش بده، میگه میشه اصلا؟ نمیشه. حالا اگر اون انسان مسلمان باشه و اگر اون مسلمان شیعه باشه، میگه میشه؟ فساد در گفتار، هی نیش بزنه وقتی که حرف میزنه، دل آدم ها رو بشکنه، آدم ها رو تحقیر کنه، آدم ها رو اذیت کنه، حرف های بی مطالعه بزنه، چیزی بگه که سند نداره، شایعه پراکنی کنه، سخنچینی کنه، غیبت کنه، تهمت بزنه. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. خدایا این فسادها را، فسادهای فردیه، تنبلی، بزرگترین فساد تنبلیه، که انسان تنبل باشه، اهل تلاش و کوشش نباشه. بزرگترین فساد ناامیدیه، که در درون خودش از همه چیز ناامید باشه. جزء گناهان کبیره است. ناامیدی در قرآن جزء گناهان کبیره شمرده شده. لا ییأس من روح الله، حق نداری از رحمت خدا و از غفران خدا ناامید بشی. لا تقنطوا من رحمت الله، لا تقنطون نگفت، ناامید نمیشوند، نه، نباید ناامید بشوند بندگان خدا از رحمت خدا. این هم یکی از فسادهاست که در ماهواره رمضان باید همه این فسادها رو انسان اصلاح کنه، ناامیدی رو تبدیل به امید کنه. حالا اگر پس بینید که از این ناامید شد، نگه مشکلش حل میشه، غیر از اینکه افسردگی میگیره، اعصابش به هم میریزه، بد اخلاق میشه، بد رفتار میشه، فایده دیگه نداره. خود تو در خودت امید ایجاد کن. این روانشناسا میگن اگر یه کسی یه پالس مثبت برای کسی، انرژی مثبت بده به کسی، مثلا بگی شما چقدر آدم خوبی هستی، شما چقدر انسان توانمندی هستی، شما چقدر آقا هستی، این خیلی اثر داره، خوبه. اما اگر خود انسان به خودش بگه من میتوانم، این 17 برابر گفتن دیگران رو انسان اثر میذاره. منفی هم باشه 17 برابر اثر منفی داره. که بگه من بیچارم، من بدبختم، من نفرین شدم، اینا فساد هاست. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. انسان بعد از این یک ماه باید این فساد ناامیدی رو به امید تبدیل کنه، فساد در گفتار را به اصلاح تبدیل کنه. این قرآن چه قشنگ میگه، چقدر این قرآن زیباست. و قل عبادی یقول التی هی احسن، پیامبر به بندگان من بگو
وقتی سخن میگویند زیباترین واژه ها را بر زبان جاری کنند، چون انسان زیباترین مخلوقه، اشرف مخلوقینه. لذا یکی از آیاتی که هدف خلقت رو بیان کرده خیلی این آیه زیباست: والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله اکبر. این آیه رو تو سردر همه دنیا بگذاری همه عاشق این آیه. میگه من خدا شما رو خلق کردم، یه امتحان براتون گذاشته، اون امتحان اینه ببینم کدامتون قشنگتر حرف میزنید، زیباتر کار میکنید، اعمال زیبایی زیباتری را از خودتون نشون میدید. ما آمدیم به اون زیباترین ها برسیم. پس یکی از فسادها که باید به صلاح تبدیل بشه، به این دعا مستجاب بشه، اینه که در گفتار مراقب گفتار خودمون باشیم، زیباترین واژه ها را برای همسرمون، برای فرزندانمون به کار ببریم. ببینید جناب لقمان چه واژه‌ای برای بچهش به کار می‌بره. یا بنیه، بنیه در عربی فارسیش میشه عزیز دلم، عزیز من، عزیز من. یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. یا بنیه اقم الصلاه، عزیز من نماز ترک نشه، نماز اقامه کن. پدرها و مادرها در این خصوص خیلی باید تلاش کنن. جلسات قبل عرض کردم، تأکید میکنم، سرمایه انسان فرزندشه، فرزندش تکثیر خودشه. ما برای حفظ سرمایه خودمون چقدر تلاش میکنیم، چقدر مراقبت میکنیم دزد نیاد فرش خونه رو نبره، اگر طلایی هست اشیاء قیمتی هست نبره، دزدگیر میذاریم، دعا میکنیم، قفلا رو محکم میکنیم. سرمایه اصلی شما فرزندان شماست. برای اینکه دزد نیاد فرزند شما رو ببره چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ چقدر وقت میگذاریم برای اینکه فرزندانمون رو انسانهای صالح تربیت کنیم که هر عمل صالحی انجام دادن برای ما هم نوشته می شود؟ و اگر فرزند سالمی تربیت کرد، صالحی تربیت کرد، فرزندش هم فرزند صالحی که ما در برزخ قرار گرفتیم، دستمون از همه جا کوتاه شد، اون نوه ما، اون نتیجه ما وقتی کار خوبی انجام می دهد، این اون ثواب برای ما میاد بدون اینکه از اون شخص کم بشه. سرمایه اینه، ثروت اینه. پدرها مادرها به خاطر اینکه خودشون رو با کلاس معرفی کنن یا نه، ما بچه‌هامون آزادن، خونه رو آزاد میذاری که بچه‌هات آزاد میذاری، اموالتو راحت در اختیار همه قرار میدهی که بچه‌هاتو در اختیار قرار میدی؟ چون برای یک ماشین دزدگیر میذاری، ماشین کجا؟ فرزند کجا؟ اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. یکی از اصلاح‌ها اصلاح نگاه تربیتی پدر و مادر نسبت به فرزندانشه. باید انقدر این در بزنه، اون در بزنه، پیش این مشاور بره، پیش اون محقق بره و سوال بکنه که بچه من نسبت به نماز کم علاقه شده، به دادم برس. 4-5 سال پیش بود من در شبکه جهانی ولایت برنامه زنده داشتم، علم دارم، من راجع به تربیت فرزند از نگاه قرآن صحبت میکردم. یه خانمی از کانادا تماس گرفت، گفت که من 2 بچه دارم. واقعا انسان باید فدای یک چنین مادرانی بشود، خاک پای یک چنین مادرانی بشود. کیان اینها؟
دغدغه داره، فرزندشو از مالش بیشتر دوست داره، مراقبش. گفت دو تا بچه دارم، یکی 16 سالشه یکی 18 سالشه، هر دو رو به گونه ای در کانادا تربیت کردم که اینا اهل نماز و اهل قرآن و اهل صلاح و اهل تقوان. از اینجا به بعدش دیگه شروع کرد به گریه کردن، گفت حاج آقا به دادم برس، این بچه 18 سالم را رفیقهای بد از من دارن جدا میکنن، این دیگه اعتقاد به خداش ضعیف شده، اعتقاد به قرآنش به نمازش ضعیف شده، به دادم برس. الله اکبر. 20 دقیقه از برنامه باقی مونده بود، من این 20 دقیقه رو اختصاص دادم به این سوال. اونجا من عرض کردم که ما در اینکه خدای سبحان در قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنان خودتون رو و بچه هاتون رو از آتش جهنم حفظ کنید، پس معلومه که میشود حفظ کنید، و الا خداوند امر نمی کنه به چیزی که انسان، به انسان نمیگه پرواز کن، چون نمیتونیم پرواز کنیم، ولی وقتی امر میکنه که خودت رو حفظ کن، بچه هاتم حفظ کن، پس معلومه میشود بچه ها رو حفظ کرد. من بهشون عرض کردم خدای سبحان به زن و به مادر ابزاری داده که به پدر نداده. پدر باید حامی باشه، پشتیبان باشه، کمک کننده باشه، اما مربی مادر، منتها مادری که بلد باشه کار تعلیم و تربیت رو بلد باشه. من بهشون عرض کردم که یکی از ابزاری که خدای سبحان به شما داده گریه است. مادرها خیلی زود گریه میکنن، پدر گریه نمیکنه. یک. دو، وقتی که گریه کرد راحت هم میتونه بخنده، میتونه قهر کنه، دو دقیقه دیگه آشتی کنه، ولی پدر وقتی قهر کرد به این راحتی آشتی نمیکنه. گفتم شما این ابزاری که خدا بهتون داده که من اونجا 20 دقیقه راجبش صحبت کردم، از این ابزار استفاده کن، بچت بر میگرده، منتها یا زیر تابوتت یا در زمان حیاتت حتما بر میگرده. زیر تابوتت وقتی که یادش میاد که تو چقدر گریه کردی برای این بچه، چقدر قصه خوردی، چقدر وقت گذاشتی، میگه مادر جبران میکنم، بر میگرده. یا در زمان حیات برمیگرد. ایشون بعد از 7-8 ماه دوباره اون برنامه زمان خاصیه، برنامه زنده است، تماس گرفت و فرمود که من تازه از عمره برگشتم، یک عمره مفرده برای شما حاج آقا به جا آوردم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه اون دستورالعملی که دادی من اجرا کردم، بچم رو برگردوندم، از دهن گرگهای درنده نجاتش دادم. باریکلا به این مادر. دو سال بعدش منو دعوت کردن ماه محرم اهواز، شب اول سخنرانی کردم، آمدم پایین دیدم یک جوان رشید زیبایی آمد با یه لبخندی، گفت که آج آقا سلام. گفتم علیک السلام. گفت مادرم به شما سلام میرسونه. گفتم خیلی ممنون، مادرت من از کجا میشناسه؟ گفت برنامه شما رو از شبکه ولایت پیگیری میکنه. گفتم خیلی متشکرم. گفت اما یه قصه ای هست. گفتم چیه؟ گفت اون وقتی که اون خانومی که از کانادا زنگ زده بود راجع به بچهش که داشتن منحرفش میکردن، من هم مثل اون منحرف شده بودم، نه اهل نماز و نه مسجد و نه خدا. مادرم اون توصیه ها را شنید و من امروز جزء مسجدی ها و فعالین این مسجدم. مادر اگر بخواد میتونه، باید بخواد، منتها نه با اختلافی که بین پدر و مادر ایجاد بشه و اون بچه و اون جوان یا اون نوجوان سوء استفاده کنه، نه، هماهنگ باشن. عرض من اینه، فرزندان ما بر اساس نگاه امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام همه ما هم، نه پاره تن ما. وجد تو که بعضی، بل وجد تو که کلی.
تو پاره تن منی؟ نه، تو همه منی. خب من ثروت برای چی میخوام؟ برای خودم میخوام. فرزندم خودمه، برای فرزندم که خودمه. یعنی هر بلایی سر او بیاد سر من اومده. اگه اون شکست بخوره من شکست خوردم، اگه او پیروز بشه من پیروز شدم. برای بچه هامون چه کار میکنیم؟ اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. یکی از فسادها که باید تبدیل به صلاح بشود نوع نگاه پدر و مادرها نسبت به تعلیم و تربیته. بله، انسان روزه بگیره اما بچه هاش با روزه انس نداشته باشه، روزه بگیره اما بچه هاش با خدا ارتباط نداشته باشه، روزه بگیره اما در اون خانه فقط یک نفر روزه گیر باشه. نه، ما باید خانواده ای را بسازیم پر از صلاح، پر از نورانیت، پر از تعالی و رشد. خدایا به این شبهای باقی مونده که پیامبر عظیم الشان این 10 شب آخر رو کلن دوشک خودش رو جمع میکرد، محل استراحتش رو جمع میکرد و تا آخر ماه از این دهه آخر مشغول عبادت بود. ماها فکر نکنیم 3 شب قدر، نه، همچنان فرصت باقی است. خدایا به احترام این شبهای باقی مونده در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، ماها را از اعوان و انصار واقعیش قرار بده، کشور ما، رهبر ما در کنف امام زمان علیه السلام محافظت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.